سلام، به برنامه فراخبر خوش آمده. در این برنامه از دست کشیدن امریکا از دشمنی با طالبان تا دوستی پاکستان با حراس افغانان در افغانستان. پاکستان میگوید که طالبان افغان دشمن پاکستانی ها به شمار نمی رود. افغان طالبان کو پاکستان می طالبان افغان در خاک پاکستان دشمن شمرده نمیشه. هشدار داعش و پوتین، جای خون در روسیه راه میاندازیم. رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان میگوید که طالبان افغان در خاک این کشور تهدید برای کشورش نیستند و این گروه دشمن پاکستانی ها به شمار نمی روند. ظاهرا این نخستین باری است که مقام های ارشد پاکستانی حضور طالبان افغان در خاک این کشور را توجیه می کنند و تاکید دارند که موجودیت آنها در پاکستان نمی تواند با آرامش اسلام آباد لطمه وارد سازد. مشاهد حسین سید دولت افغانستان را در جنگ و صلح با طالبان خود مختار می داند. اما چرا همواره اقربه سیاست پاکستان در برابر طالبان تغییر می کند؟ برای بحث بیشتر در این باره عبدالقادر زازای وطندوست، نماینده مجلس، و بشیر احمد بیژن، آگاه مسائل سیاسی و همچنان سرپرست نهاد خدمتگزاران کابل، اینجا با من هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای زازای، نواز شریف نخست وزیر پاکستان در اوایل حکومت وحدت ملی در سفر به کابل در کنار رئیس جمهور غنی در نشست خبری مشترک گفت پس از این دشمنان افغانستان دشمنان پاکستان هستند و دشمنان پاکستان هم دشمنان افغانستان هستند. اما حالا صدای متفاوتر از این از اسلام آباد بلند میشه. رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان میگه که نه، طالبان دشمنان پاکستان به شمار نمی روند و موجودیت این گروه در خاک پاکستان هم تهدید برای امنیت اسلام آباد نیست. تغییر موقف پاکستان در برابر طالبان افغان چی معنا را میتونه داشته باشه؟ تشکر. خب راستی هم زمانی که نواز شریف و دوستای دیگه، نواز شریف که به کابل من و یا رئیس جمهور ما رفته بود به اسلام آباد و سفر را که ما داشتیم، امی ما ایران ماندم برای جناب مشاهد حسین که دو سفر که ما یک دوستی پارلمانی یک گروپ ما یک سفر داشتیم که حیات سفری را من میکردم ریاستش. در اونجا دکتر امی مشاهد حسین موقفش رقم نبود و حال ما ایران ماندم که مشاهد حسین چطوری میگه که طالبان افغانی دشمنان ما نیست. نواز شریف که صدر اعظم میتونه سو میگه که دشمن افغانستان دشمن ماست و دشمن پاکستان دشمن افغانستان است و در مو سفرهای رسمی شما هم همی گپ با ما میزدین که دشمنای ما مشترک است و برای من جالب است که چطور امروز گپ میزنم. ما شاید اگر نه بسیار دوستیم اعلان کرده بود که ما کمیته ما یا کمیسیون ما که کمیسیون دفاعی همی مشاهد حسین است، ما فشار مندازیم سر نواز شریف، سر حکومت خود که مسائل افغانستان بالاخره حل کنه. بسیار با ما خود به حساب انگلیسی کایند و خوب نشان داد در اونجا. حالا به ما جالب است ای است دو گپ است، یا ایست که سیاست آیسای و سیاست خود نواز شریف تغییر کرده و ای هم مجبور است که سیاست دولت خود یا سیاست حکومت خود حال دوباره از پیشش دفاع بکنه و یا بیان بکنه، زیر تاثیری از او آمده، و یا ایست که ای گپ را که ای زده و اگه حکومتش می که ای یک سناتور است میتونه هر چیز بگه، مثل که ما وکلا یکی ما میگیم که فلانه خوب است فلانه بد است و یکی ما میگیم فلانه ای کار است فلانه او کار است، چون آزادی بیان است و میتونیم گپ بزنیم. اگر سناتور نظر شخصیش باشه، خب با وجود احترامی که ما برش داشتیم چون کمیته می پارلمانی ما وزیا شریک است و ای اگر نظر شیر رقم شده باشه، شاید دانم کمیته هم دیگه ما خواهش کنیم که ما دیگه امرای شما نمیشینیم اگر خودش گپ میزنه، و اگر سرش فشار است از طرف حکومت اونمو پس میگردیم با مو گپ که سیاست دوگانه پاکستان. متاسفانه. آقای بیژن، شما چی فکر میکنین گفته های رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا را؟ آیا این گفته ها همسان با چرخش سیاست پاکستان، سیاست نخست وزیر پاکستان و همچنان آیس آی در برابر طالبان افغان و حکومت وحدت ملی است، و یا نه این حرف میتونه از جایگاه شخصی مشاهد حسین باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب سلام دارم برای شما و مردم نجیب افغانستان.
عقربه سیاست پاکستان در جغرافیه افغانستان در جایش قرار گرفته و هیچگاه تغییر نمیکنه. شاید یا بی‌سوادی ما باشه یا بی‌صداقتی ما باشه. خب حداقل در جریان حکومت وحدت ملی در بیش از یک سال ما صداهای متفاوت از اسلام آباد در برابر افغانستان در برابر طالبان شنیدیم. اتفاقا هیچ کدامش منطقی و حقیقی نبوده. هر کدامش عوام فریبانه بوده. سیاست پاکستان در قبال افغانستان بسیار زیاد روشن است. نیازی به تبصره و نیازی به تجسس و تحقیق ندارد. چی است این سیاست؟ سیاست پاکستان به صورت مجموعی در خصوص افغانستان خصمانه است، شوم است، پلید است و هیچ گاهی تغییر نمی کند. عضو سنای پاکستان چیزی را که گفته در حقیقت تعریف واقعی از سیاست و از برنامه سیاسی پاکستان در خصوص افغانستان است. ای که سیاسیون ما و مسئولان ما ناخودآگاه خودشان فریب میتن و مردمشان در اخفال قرار میتن، در انتظار بیوده قرار میتن، این نقص و ضرر بر ما است، نه به آدرس پاکستان. هیچ منطقی وجود نداره که بر مبنای از او ما برای یک دقیقه هم امیدوار باشیم که پاکستان نگاه انسانی خواهد پیدا کرد نسبت به افغانستان. هیچ منطقی وجود نداره و هر کسی که این گونه استدلال میکنه او در حقیقت یا وابسته بر پاکستان است یا ناخواسته در حق این سرزمین جفا میکنه. این چیزی است که منطق بسیار روشن داره. اگر خواستین باز ما دلایلشان برای شما میگیم. آقای زازای، سیاست پاکستان در برابر افغانستان هیچگاه تغییر نکرده، ثابت است، خصمانه است. این نافهمی ما را نشان میده اگر تعبیر کنیم سیاست پاکستان در برابر افغانستان تغییر کرده و یا این کشور نگاهش به افغانستان انسان دوستانه است، صادقانه است. خب بیرخ، ما از اول گفتیم بازم میگیم که سیاست پاکستان که از با افغانستان دوگانه است هیچ وقت یکگانه نبوده و راستی هم خصمانه. ما بیاد دارم شما در سفر اخیرتان به پاکستان و پس از برگشتتان به کابل در نشست خبری و حتی در مصاحبه با ما بسیار خوشبین به نظر می رسیدین از تغییر سیاست افغانستان در برابر پاکستان و خوشنود بودین و حتی اطمینان دادین دیگه پس از این اسلام آباد سیاست های خصمانه اش در برابر افغانستان نقطه پایان بهش میگذاره. در سیاست ازی که سیاستش خصمانه است و دروی است، ایر ما هر وقت گفته و تایید میکنم سخنان بیژن سر پش و ای که تغییر میگم خوشبینی چند ماهش ما نشان دهنده چی بود زمانی که ما رفتیم. ما حالا گفتم نه که با من جالب است که مشاهد حسین در مجلسی که ما با هم داشتیم و سناتور صایبای ما بود، وکیل صایبای ما بود، از وان بود، همگیشان در اون مجلس و برخورد ازو و خوشبینی ازو، حتی خود ازو گفت که خود ازو میگفت که خود انمی مشاهده سن صدا میکرد که دشمن افغانستان دیگه دشمن شخص خودم است، شخص پاکستان است. اینی میگه پا میزد با مون خاطر ما که آمده ما گفتیم که اینا اینقدر گپارا که میزنه خوشبینی به خاطر از این نشان دادیم که رئیس جمهور ما دمو روز دمو وقت دو سه دفعه رفت آمدای از یا گرم شدن و راستیم سیاست خود تغییر داده بودم اون روزا. پس اون ایره که یا ما منیج کردن نتونستیم، سیاسون ما نتونستیم منیج کنیم و امرای دوستای استراتژیک ما که امریکایی هاست و یا دیگه دوستای ما نتونستیم که منیج کنیم و مو رقم محکم بگیریم پاکستانه که سیاست خود تغییر بده در مقابل افغانستان و ای که و با ما صادق نیستن و راستی که نیستن حال بر ما ثابت شد. خب ما چرا همواره زیر تاثیر این حرفا و وعده های میان توهی پاکستان قرار میگیریم و امیدوار میشیم به تغییر سیاست؟ نه نه نه، که خود در مذاکرات خود یک جایی که شما میرین مذاکرات میکنین و یا جرگه میکنین طبعا باید یک خوشبینی را خونشان بتین. نمیشه که در مذاکره مثلا خصومت باشه، در مذاکره جنگ باشه. باز با مذاکره چیز ضرورت است که آدم مذاکره بکنه و یا یک جای برای جرگه بکنه. در زمانی که امرای یک کس مذاکره میکنی، جرگه میکنی، مانا را نداره که نمو فیصله شد، نمو گپ شد. خب ما گفتم که اونا نشان میدادن، حتی نمی مشاهده سن بارها صدا میکرد که دشمن افغانستان امارا دشمنه.
با موردوی خود میگه، با زبان خود. و حالا که این میگه، ما گفتم که یا زیر تاثیر امی استراتژی ایسای دوباره آمده، ترسیده از پیشش، گفته نمیتانه. و ایست که راستیم سیاست زیاد دوباره باز تغییر کرده، یعنی تغییر نکده، اون سیاست خصمانه خود دوباره پس میخواه سر مردم ما یا سر مردم خود بقبولانه. حالا مقصد خوشبینی از این بود که در اون وقت رئیس جمهور ما بسیار خوشبین بود، سیاسون ما بسیار خوشبین بود، نو یک روابط بسیار زود تنگاتنگ شروع شد که ما فکر کردیم که اگر به این رقم پیش بریم امکان داره خوب شوه. مگر خوب این خوشبینی به چی معناست؟ آیا نافهمی سران حکومت، سردردمداران حکومت و همچنان نماینده های مجلس خوشبینی به این بود که پاکستان نشان میتن یا نه؟ نه نه، او گپ نیست. ببینید اونا واقعا هر بار پیشنهادایی را که میکردن، صحبتایی را که میکردن، پیشنهادایی را که میکردن، طبعاً سیاسون فکر میکردن و یک تعدادشان خوشبینی را نشان میداد یا خوشبینی میکرد. مکی که بازو وعده های خود پورا نکرد، پس سیاست مخصمانه خود دوام داد، ما پس دوباره اعتراض کردیم و امروز هم اعتراض میکنیم که اگر تو میگی که طالب افغان دشمن من است، خوازی برای جهانیان ما میگم بشنوین که امی طالبا را باز اینمی ها که ما میگم تمویل و تجهیز و تولید میکنه، خو اینمی ها سینمی طالبا را نمی ها جور میکنه میاره در افغانستان، در افغانستان سرش جنگ میکنن و این طالبان دشمنان مردم افغانستان هستن. این طالبایی که در پاکستان تمویل و تجهیز و تولید میشه، وزیر دست آیسای کار میکنه، مطلق این دشمنان مردم افغانستان. تمامی طالبان در افغانستان در برابر حکومت وحدت ملی، در برابر نیروهای امنیتی میجنگند، اینها دشمنان مردم افغانستان هستن؟ طبعا دشمنان مردم افغانستان هستن. اینجا وجود نداره. نه، تفکیک مطلق در بین طالبی که میجنگه علی مردم افغانستان هست، تفکیک کس که میکنه او باز تمامش دشمنان، تمامش دشمن است. تفکیک بله. باید نباشه ده. او می اینجا ملکی ما را شهید عالمی سربریدنا و یارا کی میکنن؟ بله. خمی دشمنان افغانستان میکنن. هیچ وقتی تفکیک باید کس نکنه که بگه که فلانه طالب خوب آدم است، فلانه طالب خوب آدم نیست. طالبی که در پاکستان تمویل و تجهیز میشه، طالبی که علیه مردم افغانستان میجنگه، طالبی که از نام اسلام سوء استفاده میکنه، طالبی که برادر و خواهر مرا شهید میسازه، سرش میبره، او دشمن سرسخت مردم افغانستان، او را ما خطاب میکنیم. نه او دوست است، نه برادر است، نه دشمن سیاسی است. آقای بیژن، اگر پاکستان سیاستش در برابر افغانستان ثابت است و به تعبیر شما خصمانه است، پس چرا یک بار به حکومت افغانستان وعده میده، وعده همکاری، وعده مبارزه مشترک در برابر تهدیدهای مشترک، و بار دیگر این حرفای متفاوتر از گذشته را ارائه میکنند؟ واقعا پاکستان با رد و بدل این گفته های متفاوت و متناقض در برابر افغانستان دنبال چی است، چی میخواهد؟ در حقیقت پاکستان دریافتش یا احساسش یک برتری است نسبت به مسئولان یا سیاسیون در قدرت در افغانستان. به همین خاطر است که این بازی طفلانه از مدت‌ها و زمان‌های بسیار طولانی ادامه پیدا کرده و بر مبنای همین بازی مضحک است که سیاسیون ما و مسئولان دولت و حکومت ما فرصت‌های بسیار دلچسب را از دست دادن در برابر پاکستان. در برابر مثلا پاکستان. چی فرصتی را؟ ما در حداقل پس از سقوط رژیم سیاه طالبانی فرصت‌های بسیار زیادی داشتیم برای استقرار صلح و ثبات، برای کاهش فقر و بیکاری و برخی از مصیبت‌های دیگر. اما پیوسته سیاسیون ما یا فهمیده به عنوان خدمتگار برای اهداف پاکستان و یا نفهمیده همیشه اتکا کردن بر بیانات عوام فریبانه و دروغین پاکستان و همه فرصت های را از ما گرفتن. ما بارها درد مهمی بوده و بارها این درد با مردم شریک ساختیم. چی منطقی وجود داره که شما پای بیان یک سنای، یک عضو سنای پاکستان یا یک عضو ارشد دولت پاکستان نشسته و مردم در انتظار کاذب قرار بدین؟ هیچ گاهی شما در برخوردتان لمت مد نظر نگرفتین، همیشه رفتین به پاکستان و برگشتین، فقط و فقط اطمینان کاذب به مردم دادین. این قاعده نیست، این خطا است، این اشتباه است، این اصول هم نیست. در برابر آدرسی که خیلی مشرع است، در برابر آدرسی که خیلی هویدا است و به تمام معنا
همه منطقه عصف میشه، فقط به یک نقطه شما میتونین باور داشته باشین که پاکستان دشمن شماست و این دشمنی هیچ ممکن نیست که تغییر بکنه در برابر مردم افغانستان. آقای بیژن، امروز اگر از یک شهروند عادی افغانستان هم بپرسی به همین باور است، پاکستان دشمن افغانستان است و هیچگاه موقفش، موضعش در برابر افغانستان تغییر نمیکنه. هرچند این کشور در ظاهر تبل همکاری با حکومت افغانستان میکوبه، اما در پس پرده با تعبیر یا با گفته آقای حامد کرزی با خنجر میزنه مردمان افغانستان. حالا سوال اساسی این است که چرا ما هر بار اشتباه میکنیم در برابر پاکستان؟ چرا نمیفهمیم که این کشور تغییر ناپذیر است در برابر افغانستان؟ این که چرا ما همیشه بر پاکستان فرصت سازی میکنیم، این فقط میتونه یک برداشت بسیار مشرد داشته باشه، یعنی این که ما به این وطن صادق نیستیم، بر منافع وطن صادق نیستیم و ما تعهد داریم برای اهداف شوم و پلید پاکستان. هیچ چیز دیگر را نمیتونه در حقیقت بیان بکنه. شما وقتی میدانین رنگ سرخ است، نیازی بر چرت زدن نیست که فکر بکنین که این رنگ سیاه است یا زرد است یا خودتان مشغول و مصروف بسازین. اگر نمیدانین، باید سریعا اعتراف بکنین که هم یک شرافت است برای عضو پارلمان، برای عضو سنا، برای رئیس جمهور، برای رئیس اجرا. ولی اگر این اعتراف نمیکنین، معنیش این است که شما به امو آدرس به هر دلیلی که از تعهد دارین و فرصت ها را برای از اون مساعد میسازین، از فرصت هایی که به این وطن و به مردم این وطن سعادت و آرامش به وجود میره، شما این کشور را محروم میسازین. بسیار زیاد روشن است. درد ما در این نقطه است که سران این سرزمین، مسئولان این سرزمین هیچ وقت برای آرزوهای مردم صادق نبودند. متاسفانه همیشه کارشان آگاهانه یا ناآگاهانه برای اهداف شوم و پلید بیگانه هایی بودند که نظر شوم و پلید و خصمانه به این وطن داشتند. خیلی سپاس. آقای زازه، شما چی فکر میکنین؟ چرا حکومت افغانستان یا در کل دولت افغانستان تا حالا نتونسته پاکستان به گونه درستش بشناسه؟ این نشان دهنده بی صداقتی رهبران و حکومت افغانستان در برابر مردمان کشور است و یا نه اینجا گپ دیگر وجود داره؟ من فکر میکنم گپ دیگر وجود داره. چی گپ میتونه باشه؟ من میام سر زمین پاکستان، به گفته خود شما که یک طفل افغانستان مال میفهمه که پاکستان دشمن افغانستان است. کلگی میفهمید. سر ازی باید هیچ دیگه ما بس نکنیم پاکستان دشمن است یا دوست است. دوست هیچ وقت نیست. گپ دیگه که من گفتم که گپ دیگه است چی است؟ پاکستان دوست بسیار دیرینه استراتژیک انگلستان و امریکایی ها است. بله. و اعتماد را که پاکستانی ها در بین انگلستانی ها و در بین امریکایی ها داره، متاسفانه ما نتانستیم در این 14 سال اخیر، خصوصا 13 سال اخیر، که اینمی اعتماد از وار ما خراب بسازیم در او دو بل قدرتی که خودم میگه و ما اعتماد سازی بکنیم، سیاسون ما اعتماد سازی بکنه در بین غربی ها و انگلیس ها و اروپایی ها که اونا را به این قناعت بده که پاکستان دوست شما هم شده نمیتونه، قطع شما هم بازی دوگانه میکنه و این را میفهمن و مگر مجبور استن. حال چون در منطقه، در جغرافیا امریکا بسیار سخت ضرورت داره به پاکستان و یک کشور، مجبور است و هم از مجبوری امرایشان ساخته. مگر این مجبور کی ساخته؟ سیاسون پاکستان، که ما بر شان آفرین میگم. سیاسون ما متاسفانه از 35 سال بدین سو، از 35 سال بدین سو، نه امرای روس ساخته تانست، امرای روسیه، نه امرای غرب ساخته تانست، نه امرای اروپا ساخته تانست. حالا آقای بیژن میگه سیاستگران ما صادق نیستن و اهداف شوم و پلید پاکستان اینجا بالای مردم افغانستان پیاده میسازن. شاید راستی هم بعضی سیاسون یا بعضی افراد باشه که اونا تحت تاثیر پتکه ها و یا
مافیای آیسای باشن، بترسن که اونا نتانن که چیزی گفته بتانن مثل ماوراء آزاد. خب چرا باید ما از پاکستان ترس داشته باشیم در برابر منافع ملی خود؟ ما نه بعضی سیاسون هست، بعضی سیاسون هست که شاید از آمریکایی ها هم بترسه، بعضی سیاسون هست که شاید از غربی ها از اروپایی ها هم بترسه. ما چی میگم، سیاسون اصل گپ در رده های تصمیم گیرنده حکومت قرار داره. همین بود که مملکت ما 35 سال میشه به ویران است. ببینید من سر برتون شروع میکنم، داود خان، شهید داود خان نتانست که سیاست خوبی را، سیاست خارجی خوبی را به دست بگیره که تمام امره همگی متوازن یک سیاست پیش ببره. او را آمدن زدن چپه کردن، کودتا شد سر. کودتا چی ها که آمد سیاست روسیه را اینجا بود، سیاست روسیه را ادامه داد تا یک وقت را که دید که نشد، مردم افغانستان علیش خیست جهاد میکنه، او از دستشان رفت، آمدن مجاهدین. مجاهدین که آمدن سیاست پاکستان امریکا را آورد نتانستن، طالب آمد سیاست پاکستان آورد نتانست. مشکل چی است؟ ما میگم که متاسفانه در 35 سال از ما سیاسون خفه نشه، شما نتانستین که سیاست خارجی خوب بکنین، شما نتانستین که غرب اروپا را و و و کشورهای منطقه را قناعت بتین که همراه ما دوستی داشته باشه و افغانستان آباد بکنین. سیاسون ما تنبل است، سیاسون ما اکثریتش. خب در برابر این سیاسون تنبل چی کار کنن مردم افغانستان؟ اینقدر این در برابر همین سیاسون تنبل، در برابر همین سیاسون تنبل، دی روزی که یا پری روزی که یک تظاهرات بسیار گسترده معدنی بود، اینی راه های حلش است. مردم افغانستان همی رقم باید بیدار شوه. از این سیاسون 35 ساله که یکیش میره دگیش میه، دگیش میره دگیش میه، دگیش میره باز دگیش میه. اینمی ها هستن 35 سال که اینمی ها در سیاست هستن، مملکت و بیرانه کشان سیاست خارجی رو روز بروز خراب ساخت. یک روز دوست پاکستان میشه، یک روز دوست امریکا میشه، یک روز دوست روسیه میشه، گد وات میکنه. ما میگم که چرا کشورهای دیگه وار شما سیاست متوازن نمیکنین؟ همین پاکستان، از این پاکستان باید بشرمند. اینمی پاکستان چی بود که امروز در کجا رسید؟ سیاست خارجی خوب داشت، غربی ها را قناعت داده، اروپایی ها را قناعت داده، با وجودی که تمویل و تجهیز و تولید تروریست ها را میکنه، بازم نه غرب برش چیزی میگه، نه شرق برش چیزی میگه و نه اروپا برش چیزی میگه. خود سیاسونی هستی هست که موازنه را برابر. سیاسونی ما متاسفانه وابسته به سیاسون وابسته به چند کاتگوری بودن، مستقل نبودن، مستقلانه سیاست نکردن. به مو خاطر است که ما را بیخی به بیرانه کشید. حالا ما حیران ماندیم، بالاخره ما مجبور هستیم. ما گپ شما مردم افغانستان بسیج شوین، جوانای افغانستان بیاین، این سیاسون 35 ساله 40 ساله تان دیگه بکشین دیگه نمانه. سپاس آقای زازایی. آقای بیژن، پاکستان دیگر سیاست و موضع گیریش در برابر افغانستان تغییر نمیکنه و ثابت از در دامن زدن خشونت و جنگ و خونریزی در افغانستان موقفش. و در کنار از این دیده شده که حکومت افغانستان باز هم به خاطر تامین سال در افغانستان نگاه خود به سوی پاکستان خیره میکنه. چرا باید ما این گونه باشیم و در برابر چنین یک موقف گیری های پاکستان چی باید صورت بگیره؟ آیا ما از در پاکستان به خاطر سال در افغانستان وارد شویم و نه باید ما هم در برابر پاکستان عکس العمل های هممانند داشته باشیم؟ خیانت آشکار در برابر مردم مظلوم افغانستان در امین جاست که در عقب درهای پاکستان به انتظار صلح نشستن و یا ای که مردم افغانستان در انتظار بیهوده قرار دادن هیچ گونه منطقی نداره، فقط یک معنا داره. ما آدم بسیار سریع هستم و بسیار واضح هم صحبت میکنم. هر کسی که مردم افغانستان در انتظار بیهوده قرار میده که گویا پاکستان برای صلح میاره، بر حق مردم خیانت میکنه، در حقیقت بسترسازی و فرصت سازی میکنه. بدون پاکستان همینجا صلح تامین نمیشن، ناممکن است. اصلا با پاکستان صلح به وجود نمیه، با پاکستان صلح منطقی نیست به وجود بیه. کدام منطقی است که میگه با پاکستان صلح به وجود بیه؟ ابزار رسیدن به صلح غیر از پاکستان است. ابزار رسیدن به صلح اتخاذ موضع بسیار شجاعانه، شریفانه و صادقانه در برابر پاکستان. خب با چی کرده میتونیم در برابر پاکستان؟ ابزار رسیدن به صلح اتحاد منطقی است، تعهدات جهانی است. ابزار رسیدن به صلح اجماع جهانی و اجماع منطقه‌ای در خصوص مبارزه چنین ظرفیت در دست برای سیاست افغانستان وجود ندارد تا اجماع جهانی و منطقه‌ای را در برابر پاکستان شکل بده. ما موافق هستم. مشکل ما این است که ما رهبران متحد به منافع ملی نداریم. رهبران ما به جایی که به مردم این سرزمین صادق باشند، نگاهشان بیشتر برای رحمت بیگانه ها است. ورنه آدرسی که به ما سلمیره او معلوم است، او آشکار است.
آدرسی که برای ما مصیبت خلق میکنه و پیوسته مردم مظلومی و تا این کشور را به خاک خون میکشانه و معلوم است در برابر پاکستان عدم اتخاذ موقف یا سیاست روشن معنی خیانت به این وطن داره. ما با سران افغانستان گفتیم پاکستان آدرس نیست که به این وطن صلح بیاره. آدرس شما غلط نگیرین اگر سواد ندارین، سواد پیدا کنین، اگر صداقت ندارین او بسش جدا است. آدرسی که به این وطن صلح میاره او غیر از پاکستان. خیلی سپاس است. آقای زاده فقط 30 ثانیه دیگر در برابر پاکستان چی کرده میتونیم و چی باید بکنیم؟ بسیار کوتاه. بارها گفتیم در برابر پاکستان اول روابط دیپلماتیک قطع بسازین، روابط اقتصادی راه را قطع بسازین. اگر اصلاح نشد به جنگ سرد امرایش آماده میشیم، جنگ سرد امرایش میکنیم. اگر به جنگ سرد آماده نشد باز کشورهای منطقی دیگه که مخالف پاکستان است امرای زوا یک جای میشیم، باز توکل ما به خدا دیگه. خیلی سپاس. عبدالقادر زازای وطن دوست نماینده مجلس و همچنان بشیر احمد بیژن آگاه مسائل سیاسی و سرپرست نهاد خدمتگزاران کابل از حضور تون در برنامه و سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراهمان بودید. در اخیر هم یک خبر کوتاه. گروه داعش به حملات هراس افغانانه در آینده بسیار نزدیک در روسیه هشدار میدهد و تاکید دارد که جوی خون در روسیه راه خواهند انداخت. شبکه خبری اسکای نیوز عربی گزارش می‌دهد که داعش در یک نوار تصویری تازه مسکو را به حملات شدید در آینده بسیار نزدیک تهدید کرده است. پیش از این داعش نیز روسیه و ایالات متحده آمریکا را به دلیل بمباران پایگاه‌هایش تهدید کرده بود. جنگنده‌های روسیه از سپتامبر گذشته پایگاه‌های داعش و مراکز تجمع مخالفان سوریه را هدف قرار می‌دهد. این کشور از طریق یک مرکز اطلاعاتی در بغداد با کشورهای عراق، ایران و سوریه در زمینه مبارزه با هراس افغانی همکاری می‌کند.